دوباره دیشب راهی کشیده بودی تا کوچه های رندی بوی شکفتگی باز می آمد از کلامت عطر شکستگی را با جرعه های گریه آمیختی به شعر گویا دوباره دیشب در کوچه های قربت بانگی شنیده بودی بانگی که روزگاری معنای سوختن بود در جمع ما رفیقان کندن زخیشتن بود گویا دوباره دیشب پرواز کرده بودی در کوچه های ایران شهر قریب من را آواز کرده بودی شهری که نقش ما را هرگز نبرد از یاد در زیر تیغ و جلاد لب وا نکرد و جان داد گویا دوباره دیشب از بام دل گذشتی در کوچه جوانی آنجا که پیر عاشق شمعی شکست جان را افروخته نهانی پیری که دیر سالی سنگ صبور ما بود در قهدی سپیده او شهر نور ما بود انگار بار دیگر در را به روت وا کرد در جمع نارفیقان بازم تو را صدا کرد گویا دوباره دیشب همراه او نشستی جام غریبیت را در پای او شکست علی رزان و نوریزاده جمعه چهاردهم تیر ماه پنجم ژوئیه جولای به شما سلام میکنم امشب میخوام حکایتی رو براتون بگم اول برتون میگردونم به آمدن آقای خاتمی آمدن آقای خاتمی بغض و نه در گلو در چشم و چار ولیه امر مسلمانان چهار آذربایجان ترکاند آقا گفته بودند ناطق ناطق مورد عنایت ماست آی مهدوی کنی شب انتخابات علا رقم همه حضر رو منع قانونی گفتن آقا نظرشان با آقای ناطق نوری است و فردا آبرویی از ناطق نوری بردند که یک بار در انتخابات مجلس از فائزه هاشمی عقب افتاد و شبانه ریختن داد و بیداد که باید رأی آقای ناطق بیشتر باشه مجلس پنجم و آمدن آقای ناطق نوری رو دیویس پنجا هزار تا رعی بهش علکی دادن که او بشه نفر اول تهران در حال که فائزه شده بود حالا گفتن آقای ناطق مورد عنایت مقام معظم رهبری است ملت خاتمی رو انتخاب کرد و برای اینکه ناطق و سرپا نگردن و آبروش روش نره گفتن هفت میلیون هم به ایشون رای دادن. در انتخابات بعدی هفت میلیون رای آقای کروبی رو دو انتخابات بعد کردنش سی هزار تا پونس هفت هزار تا برای اینکه آقای کروبی رو نه فقط بزنن بلکه یارانشو احمد زیدابادی رو بزنن کربازچی رو بزنن بر روی آقای خامنه ای نداشت با اینا سر کنه این رو یادمون باشه در جمهوری ولاد فقی ما یک مجموعه شیطانی آدم کشه سو استفاده چیه دوز داریم که اینا فعلا مسلطن بر همه جا الان که میگم سپاه همه جا هست از دربان بیت مبارک گرفته تا مسئول چشیدن غذای مبارک تا وزیر نفت تا اطلاعات سپاه تا غیره غیر هر جا نگاه میکنید سپاه و امنیتی ها مملکت گرفت اون زمان در زمان آقای خاتمی هنوز اینجوری نبودن چیکار کردن؟ وزارت اطلاع تبدیل شد به مرکز توتعه غلام علی دوری ماسبند نجف آبادی ایشون شد وزیر اطلاعات هر کی آقای خاتمی گفت آقای خامنه‌ای گفت نه آقا اجازه بدید یه آدم ساله بذار موسوی لالی رو بذارم نه خیر بذاری جناب آقای فلان رو بزنم ابدا خلاصه اومدن این قر... قربان علی رو گذاشتن قربان علی ماسبند معروف به دوری نجف آبادی این آقا کسی بود که مکلف شده بود دفتر مرحوم آی منتظیر رو تطهیر کنه از اغیار و خیانت ها کرد و جنایت ها کرد بماند در همون کارهای عجیب غریبی که اونجا صورت گرفت این شد وضعی اطلاع چه کنیم خاتمی رو به زمین بزنیم بیابروش کنیم چجوری بیابروش کنیم همون جور که قبلا بیابرو کردیم اونی که میخواست بره میتران رو بغل کنه آبروش رو بردیم قاسملو رو کشتیم بختی ها رو کشتیم شرفکندی رو کشتیم سیروس الهی رو کشتیم دکتر مزدومان رو کشتیم دونه دونه اینا رو کشتیم تا چی کار بکنیم؟ تا آبروی آبرو برای رئیس جمهور نگذاریم در واقع آبرو برای صندوق رای نذاریم یعنی بگیم ای ملت ول معتلی تو انتخاب کردی ببین ما چی کار میکنیم در زمان خاتمی چون جرأت عمل در بیرون نداشتن، با توجه به اینکه خاتمی اومده بود آبرو براشون آورده بود اروپایی‌ها سفراشون رو برگردوندن سعودیا وزیر معارف فرستادن اون یکی فلان فرستاد اینها توی حالت عجیب غریب اول افتادن به جون دانشجو دیگه داستان 18 و تیر و 18 تیر و بعد قطعه های یعنی طرحشون که برای به دره انداختن نویسندگان هفتاد نویسند و شاعر با شکست روبرو شد طرحشون برای منفجر کردن منزل سیمین بانوی نازنین چی واقعا ملکه شعر ایران سیمین بانوی نازنین مادر جوانای ایرانی رفتن خونه رو منفجر کنن وقتی اعضای کانون نویسندگان اونجا بود سیمین بانو قبلا از آقای دکتر مهاجرانی وزیر ارشاد ورقه ای گرفته بود که توش نوشته شده بود اجتماع اهالی کانون در یک منزل خانم سیمینی بهبانی اشکالی نداره همین اوور دم در به مامورای نشون داد که میخواستند بم رو بگذارن و اونا ناچار شدن برند. بعد چیکار کردن به جان آنها افتادن اول زندیات فروهر داریوش و پروانه نازنی رو سینه شکافتند و گلو دریدند بعد اومدن سراغ مختاری اومدن سراغ پوینده اومدن سراغ پیروز دوانی دونه دونه اومدن اینا رو کشتن قبلا هم خب یه در رو کشته بودن حاجی زاده شاعر با بچه هفت سالش خیلی آدم های فاشیست فاشیست هم کمه برای اینا جنایتکار ترین جنایتکار هم. خب این کارا رو کردن فضای مملکت تکون خورد خاتمی از طریق کسانی اطلاعات دقیق رو به من رسوند بنده عکس سعید امامی رو چاپ کردم داستان قرطال رو نوشتم قبل از اینکه در ایران کسی اصلا بدون سعید امامی کیه فیلم سعید امامی دستم رسید پخش کردم دور دنیا را افتادم و چند جل کتاب نوشتم و دنبال این قضیه رو گرفتم به هر حال نتونستن ادامه بدن درست دوران خاتمی تموم شد دوران آقای احمدی نژاد شد آقای احمدی نژاد تلاش کرد وزارت اطلاعات رو در دست بگیره اول که محسنی اجهی رو براش گذاشتن من براتون بگم در ایران دو جنایتکار ترین یکی محسنی اجهی یکی حسین طائب این دوتا رو یایتون باشه تا براتون الباقی داستان رو بگم یعنی این دو جنایتکار رو به خاطر بسپارید خب آمدند مجموعه اینها حالا امریکت هم گرفتن همه چی دستشونه و میخواد انتخابات برگزار بشه موفق شدن روابط ایران رو با تمام دنیا به هم بزنن موفق شدن یه دیواری اون دور بکشن اون تو هر جنایتی میخوان بکنن بچاپن بدزدن و هر کاری بکنن انتخابات میخواد بشه آقای حسین طائب آقای محسنی اجعی و الباقی عرازل و عباش قدرتدار در جمهوری ولایت فقیه میرن پشتر و اون مصباح یزدی میرن پشتر آقای سعید جلیل آقا باید جلیلی رو رئیس جمهور کنیم. هی hey در چند صفر هشت مسلحی بهشون میگه آقا ما وزارت اطلاعات هر چی آمارگیری میگیریم این سعی جلی میاد تا این سعید جلیلی اصلا اوضاش خیلی خرابه یه کاری بکنیم میگه نه شما نگران نباشید اگه آقای سعید جلیلی ده میلیون رای بیاره بقیه شما خودمون درست میکنیم آقا این از قرازی کمتر رای میاره که جوکه نه نمیشه سعید خان جلیلی میاد حالا هاشمی هم اومده هاشمی بهش میگن آقا نیا یا طول خود من اینجا چند بار گفتم برای چی میگن آقای هاشمی با این توجیه که من در برابر مردم تاریخ ملت نمیتونم سکوت کنم باید بیام اومد و مطمئن بود با اطمینان خاطر که شورای نگهبان او رو رد صلاحیت نخواهد کرد قرص و قاطع اومد تا اون روز کذایی که من جزئیاتشو به اطلاع شما رسوندم و فهمید که رد صلاحیت شد فهمید که هفتن از اعضای شورای نگهبان وادار کردن یا هشتن که رأی عدم صلاحیت شو بده و وزیر اطلاعات و فرمانده سپاه اونجا نشسته بود <تصفح> بسیار خوب همه گفتن آقا تموم شد دیگه شیخنا رفت دیگه خونه نشین شد آقای روحانی اصلا کسی فکر نمیکرد برنده انتخابات بشه یک باره هاشمی و خاتمی رفتن پشت سرش بعد دکتر عارف و گلمانده اصلاح طلبا بود گفتن تو برو کنار به نفع روحانی اونم رفت کنار آقای خامنی مرتب بهش گزارش میده آقا این جان جلیلی هیچ نیست جادو جنبل بکنین دعای هرز جواد به بازوش ببندید هفت و یا قدوس در گوشش بخونین این به جایی نمیرسه این هیچی نیست <تصفح> حالا آقای ولایتی که هست اقلا اونم که مورد تعیید شماست آقای خامنه ای به فکر فرو رفت اینطور که شنیدم با مشاورانش نشستن دو گفتگو کردن گفتن حالا اگر روحانی هم ببره ما ضرری نکردیم 24 سال نماینده ما در شورای امنیت ملی بوده اینه که اونجا قبول کردن که نتیجه آرای مردم هرچی باشه بپذیرن چون از چند حال خارج نیست یا آقای روحانی برنده بشه یا آقای ولایتی این تصورشون بود بعد اومدن بهشون گفت آقای قالیباف داره میزنه جلو خب حالا بعد یه کاری کرد قالیباف برنده نشه چجوری میشه جلیلی بمونه ولایتی هم بمونه محسن رضایی هم بمونه که آرا بشکنه و این کارم کرده از اون طرف آقای روحانی به سبک و سیاق نامزدهای انتخاباتی در غرب را افتاد سفر کرد با مردم حرف زد حرفای خوب زد شال بنفش انداخت و در واقع به گونه مردم رو جذب کرد مردم پیش خود گفتن این قیافش که مثل تائب نیست قیافش که شبیه جنتی نیست این امامه آنکادره میبنده این عینک پنسی ریبن زده یا پرسول و لباسشون رو چه قوای گاباردینی فلان فلان خب گفتن بد نیست بعد خانوما که میان لبخند میزنه دستکون میده آقای روحانی انتخاب شد فرداش هاشمی داد توی سایتش اینم حسین آقا داداشش داره بادش میزنه حسین فریدون که سفیر بود در مالزی هم قرار رئیس دفتر ایشون بشه خب قرار شد که آقای روحانی به هر حال انتخاب شد آقای هاشمی اومد عکس خودشو گذاشت پشت سرش هم عکس آیت الله خمینی بله کسانی که میخواهند هاشمی را حذف کنند خیال کردن آقای خامنه ای نتونستی حسن روحانی آدم خودمه سی سال زیر دست خودم میه تو جبه زیر دست خودم بوده تو شورای عالی دفاع توی فرماندهی جنگ تو مجمع تو مرکز تقیقات و رو دادم بهش نماینده شما بوده در شورای امنیت ملی هشت سال من رئیس شورا بودم هشت سال خاتمی بوده ش سال خلاصه آقای روحانی تبدیل شد به کسی که به نوعی کارگزار هاشمی و خاتمیه آقای روحانی اومد تو تلویزیون با سپاس از حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ا ای اینا چهار سال که گفتن اسم هاشمی نیاد با لعن و نفرین و لعنت تو نماز جمعه تو جاهای دیگه تو روزنامه ها حالا این آقا داره اسم هاشمی رو میاره با سپاس و درود از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمی سید محمد خاتمی عزیز ای این حرفا هم داره میزنه دوباره هاشمی و خاتمی قصه که نشد ما رفتیم میتی هاشمی رو گرفتیم اووردیم و تونستیم اون صداهاش هم که ضبط شده بود اووردیم که حرفایی که زده بود راجع به حضرت آقا اینو اووردیم و رو کندیم حالا هم که اومده بیرون موقت ولی ما اصل کاری رو میخوایم ما که نمیتونیم همجوری رو ولش کنیم یا به استناد چهار تا نواری که پای تلفن میتونه انکار کنه صدای من نبوده نمیتونیم که بگیریم پوستش رو بکنیم و پوست پدرش رو و پدر رو خانه نشین کنیم چیکار کنیم فکر کنید چه... سه شنبه پیش روز سه شنبه بعد از ظهر در دوبه بس فکر کنید هوا تابستون همه ساختمون با کولر و ارکاندیشن روشنه بعد از چند تلفن که از تهران شده سرانجام تلفنی می شود و عباس آقا گوشی رو بر بله بفرمایید آقای فلانی شمایی کجا تشریف دارید؟ آقا ما اومدیم امارات دوبهی هستیم برای دیدن شما عجب حالا عباس آقا چند هفته از مستربه نگرانه آدم باهوشیه از همون زمان که تو استرالیا بود و بعد بلژیک و با مهدی با هم درس میخودن مهدی هاشمی تمام اوزا رو میدونه یه بارم گرفتار امنیت خانه مبارکی شده در خود تهران بردنش اما بعد اومده لندن یه مدت اینجا بوده حالا رفته دوبه در دوبه بیزنس میکنه با ایران هم کاری نداره با گرجستان میکنه با آذربایجان میکنه با افغانستان میکنه با اونا کاری نداره دفتر و دستک و زندگی خانوادهش همه در دوبه از چند هفته پیش مسترب نگران چیه عباس آقا چته اون شبی که مهدی هاشمی میخواد بره ایران مکرر بهش گفته آقا مهدی نرو مهدی رفته از لندن دوبه اون آقا نرو برو بابا حاج آقا کارا رو درست کرده چی داری میگی مهدی رو که میگیرن نگرانه مستربه میدونه اتفاقی قراره بیفته این دو سه هفته بعد از انتخابات خیلی نگرانه چون میده آشمی دوباره گردن کشی کرده و اومده جلو آه. هاشمی که اینجوری اومده جلو اینا ولش نمی کنن کجاست شکنندگیش کجاست مهدی و فائزه انگوش رو اونا می حالا آره فائزه که از زندان اومده بیرون مهدی پندینگ معلقه منتظره تا بیان و محاکمه شو انجام بده سه شنبه تلفن زدیم چهارشنبه دوباره همان فرد تلفن میزنه عباس آقا آقا من شنیدم تو این دیلایی که داری میکنی ما یه دیل فوق العاده خوب داریم دلم میخواد یه گپی با هم بزنیم آقا ما رفیق بودیم با هم یه مدت کار کردیم آقا پتروپارس و فلان و پترو فلان و در اروپا آقای هدایت و سیروس ناصری رفقامون بودن رفقای مشترک عباس آقا باز تاییدلش راضی نیست عباس آقای که وقتی میخواد دفتر یه دوستش بره با احتیاط میره نمیدونم چجوری قبول میکنه که قضیه جنوین درسته مشکلی توش نیست تلفنم به کسی نمیزن سوالم از کسی نمی حتی حتی به همسرش نمیگه که چه کسانی اومدن برای ملاقاتش فقط میگه یه ملاقات بیزینسی دارم قرار ملاقات انجام بدیم اوکی آقا سلشکر زاهی خلفان رئیس پلیس دوبی که در عرض 24 ساعت فیلم اسرائیلیایی که رفتن اون یکی از فعالان مسئولان حماس رو کشتن فیلم رو در میاره تمامشون رو میذاره رو پرده آیزای خلوان که قاتل اون هنرپیشه و لبنانی رو 24 ساعته شناسایی میکنه مگه میشه در دوبه ماموران رژیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بیان و او اجازه بده اینا تکون بخورن از لحظه ورود داره میپازشون چی میشه؟ خب برابر این عباس آقا مطمئن قرص و محکم با دل شیر هیچ اتفاقی نمیفته محال برای من اتفاقی بیفته چهارشنبه تلفن دوباره زنگ میزنه بله حالا اینا رو یکی از افرادی که با اون کار میکنه میگه تلفن زنگ میزنه بله یک مکالمه بسیار طولانی از یک دوست قدیمی عباسشون شنیدم قرار بیزنس بکنی با یه چند نفری فلان آره زنگ زدن که خب کجا داریم برنامه کجا دیدار میکنیم دوبه آه اوکی ایتس اول ایتس اول رای من فکرم جای دیگه ایه. نه نه هم دوبه قرار داریم که اینجا بریم به بریم به هتل حیات در دیره بریم تو اون باغچه و اونجا اتاقی بگیریم بشیم صحبت کنیم یا تو باغچه بشینیم هوا گرم پنجشنبه قرار ملاقات ساعت یازده صبح مکالمه کننده سه روز قبل دو روز قبل زنگ میزنه اباسون یه مشکلی پیش اومده چه مشکلی پیش اومده؟ آقا ما تو فوجیره گیر کردیم اه تو فوجیره چی کار میکنه؟ هیچ ما رفتیم فوجیره یه دو تا ملاقات داشتیم و گفتگو داشتیم اومدیم اینجا الان موقع برگشتن ماشینم هم کراه کردیم ماشین ما خلاصه خراب شده و الان ایستادی میگن این باید تا ماشین بیاد براتون ماشین رویم دو سه ساعت طول میکشه حالا قربونت برم تو با راننده پاشو بیا اینجا بی اینجا میریم یه هتل میشینیم صحبت میکنیم باز عباس آقا سادگی میکنه اه آقا جان تو که میدونی چه بلایی سر مهدی هاشه میووردن و میدونی که تو لینک قضیه هستی دستشون به تو برسه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه برنامه ای چیدن چگونه با این ساده دلی قبول میکنی که محل ملاقات از حیات دیره بره به فوجیره یه توضیح براتون بدم این هفت امارت داستانه عجیب غریبی داره ظاهرا سیاست خارجی با ابو زبیه که به اصطلاح پایتخت امارت بزرگ است امارت پول است فوجیره و ملقوی اینا همشون از اون پول میگیرن کمک میکنه بعضیشون هم البته از دولت های اطرافشون فجیره از فقیرترینشون فجیره و رسول خیمه و ملغوین یه موقع اینا فقط تمر شاب میکردن در از اون راه بود شارجه چون یه پایگاه هوایی اونجا یه مقدارم هم حاکم شدم عاقلی بوده آقای شیخ, شه... شیخ دکتر قاسمی یه مقدار هوشمندانه کشیده اینا که در دوبه خرجشون سنگینه میره. اونجا آپارتمان میگیرن دفترشون رو اونجا میگیرن حالا اینا در درون خودشون هم چیزهای عجیب غریبی دارن شارجه مشروب یه قطره شلاق ملاق اینا دوبه آزاد میری فجیره آزاد او بلغوی میری مثلا ممنوع رسول خیمه میری آزاد حالا اینا میرن میخرن بعد موقعی اومدن بعد از خیابون فجیره مثلا از شارجه بگذره اگه بگذره اونجا بگیرنش پوستشو میکنن باری کاری ندارم ولی به هر حال اینا همه دوره هم دیگه فاصله ها یک ساعت یه ساعت و نیم پنجا دقیقه دو ساعت نیم ساعت و شارژه که خیلی نزدیکه پنجشنبه الان اومدن و برنامه ریختن که عباس آقا بره به دیدنشون درنگ کوتاهی میکنیم بر میگردم و دنباله این داستان تکان دهنده رو براتون میگم امشب ز میان خون خواهم خفت و از بستر Tonight, if you stand by me, my tears will turn into a storm. With the fire in my heart, my tears will then turn into an ocean. I am searching for you, my beloved, though you're hidden. Return to me and I'll do what you desire. Tonight, if you stand by me. تو وقت سوس را یک سر به زندان 主播。<noise> درود دوباره هم نسلان من و یه حالا ده سال جوانتر یا مسنتر. به یادشون می دختره که کوچولویی که تو فیلم ها ظاهر میشد و کنار فردین و زهوری و اینا میدوید و حالا خانمی شده که به این زیبایی شعر مولانا رو میخونه و کنار خانم اقداشتو مینشینه و چقدر زیبا خونده درود بر لیلا فروهر. برگردم به داستانمون داستان تکان دهنده ای که سه چهار روز منو مشغول کرده و نگفتم صبر کردم گفتم شاید اتفاق مبارکی بیفته و عباس ظاهر بشه عباس یزدانی رو میگویم همکلاسی مهدی هاشمی دوستش با همدیگه در استرالیا بودن در بلژیک بودن در اروپا بودن در دوبی بودن عباس یزدانی که نامش در جریان استات اویل بر زبان آمد اون قضیه دوازده میلیون دلار و عباس در این ماجرا نه تنها پولی جیب جیبش نرفت بلکه زندگیش به هم ریخت ولی انقدر مرد بود که برای رفاقت حاضر بود این مشکلات رو تحمل کنه یک بار که در ایران گرفتنش بسیار آزارش دادن و یکی از دوستان من اینجا هست که تو کار نفته او واقعا تمام تلاشش رو کرد از طریق ده تا کانال و غیره به هر حال خود هاشمی هم دنبالش بود و اومد بیرون ولی در تمام دوران زندان و شکنجه لب کرد نکرد تو شعر گفته بودم لب کرد و جان داد اما او جان رو نداد جان رو به سلامت برد و آمد و که دیگر بر نگرد پنجشنبه سرانجام فریب خورد بدون مقایسه دو شخصیت آقای شهرام جزایری هم در همین حالت بود یادم هست که یکی از دوستان ما که در سوئد هست مکرر که یه تیکه بندم گوش میکردم و صحبتی هم کردم با خواهرشون صحبت میکردم بعد با خود آقای شهرام جزایری که آقا جان شما امشب حرکت کنید کشتی هست برید به سوی هند نرفت گفت مگه جرأت داره کسی بیا تو عمان منو بگیره هواپیمای سپاه نشست چهار نفر از افراد سپاه قدس پیاده شدن رفتن تو خونه کتکش زدن دست و دهانش رو بستن و بردن عباس یزدانی اما به گونه دیگری بود عباس رو کشوندن به فجیره فجیره ای که چشمکهایی با جمهوری ولایت فقیه میزنه و ارتباطاتی هم داره پولم میگیره حالا <applause> کسانی در اونجا پولی میگیرن نمیدونم چه کسانی ولی می عباس یزدانی رفت به قرار ملاقات در دیداری که با هم داشتن حرفا خیلی جدی بود بر سر معامله به روایتی در چای او ماده خواب کننده ریخته بود و بلا فاصله بعد از اینکه او به خواب رفت در چمدانی جای گرفت و از هتلی که بودن چمدان منتقل شد به یک اتومبیل البته کسانی در این شیخ نشین میدونستان چه خبره اووردنش کنار ساحل بلمی که صبح سبزیجات و خیار و غیره و اینا از ایران ورده بود مسافر تازه‌ای گرفت به نام عباس یزدانی و ساعاتی بعد او در بندر عباس پیاده شد پیادهش کردن به تهران بردن و از جمعه ایشون در زندان افینه اما این پایان داستان نیست قصه به اینجا ختم نمیشه جمهوری ولد فقیه، جمهوری سپاه، جمهوری سپاه جمهوری سپاه قدس جمهوری طائب جمهوری سلشگر قاسم سلیمانی جمهوری آقای اسماعیل قاعانی جمهوری سردار چیزری این رو ببینید تو خیابون شاید نشناسه چیزری حالا این قیافه پس خیلی تغییر کرد قاعانی رو ببینید کما بیش همینه که توی تصویرش حالا مشاهده میکنید اسمال آقا یک که بزن میره دمشق آدم میکشه افتخار میکنه آموزش میده آدم رو که بکشن خب سپاه قدس رو اینجا انجام داد اما این قصه اول داستان نیست فقط مسئله هاشمی نیست من براتون قبلا گفتم در مورد رحیم مشایی چه برنامه ریخته بودن داستان حسینی مربوط ولایتی معاون وزارت اطلاعات رو براتون گفته بودم داستان آقازیا رو براتون گفته بودم داستان فردی که رابط بود گرفتن شکنجه کردن اعترافات ازش گرفتن فیلم گرفتن قرار بود بعد از این پخش ما افشاگری کردیم بازیشون به هم ریخت حالا چیکار میخوام بکنن آقای روحانی قرار سیزده آبان چیکار بکنه آقای روحانی قرار خیلی کارا بکنه حالا ایشون داره میاد باه مرداد باید بیاد در مجلس مراسم تح... تحویل و تحول انجام بشه یه مراسم سرمونی ویژه خواهد داشت که احتمالا بسیاری از نمایندگان کشورهای دیگر هم در اون شرکت میکنن خب درسته که آقای خامنه ای پذیرفت آقای روحانی که 18 میلیون رأی آورده بیاد حتی اون آخر یه ارفاقکی هم کردن که 51 درصد بشه اما اون مجموعه فاسدین ظالمین آدم کشان که دست نکشیدن که اونا هستن چی کار باید بکنن؟ اولین کار بیابرو کردن آقای روحانی است اما اون اول کار یعنی چی؟ یعنی داستانهایی که براتون میگم دومی مسئله آقای هاشمی که میاد گردنش رو اینجوری میگیره که بله ما بازگشتیم اوایل انقلاب دکتر شایگان و دکتر متین دفتری رفتن خارج آقای خمینی گفتن بله این دوتا دیدین در رفتن یه هفته بعد هم دکتر شایگان برگشت هم دکتر متین دفتری رو جلد و امید ایران کلیدی گذاشتم کلید آزادی عکس زنده دکتر مصدق در اون صفحه بالای کلید بود دو رشته از این کلید آمده بود سربرنگ پرچم سرنگ ایران و این رشته ها به دو تصویر وصل بود دکتر شایگان دکتر متین دفتری و بالاش نوشتم هر دو برگشتند چه درد سر این رو جلد برای من درست کرد چون آقای خمینی یه هفته قبلش کردن و فرار کردن رفتن رفتن بر دست عربا باشون. ولی من زدم هر دو برگشتن بر روز آقای هاشمی هم جست پیروزی گرفت که من میخواستی منو حذف بکنین اختیار داری رفتم پشت پرده هاشمی پیر از این بر آقای حسن روحانی جوانتر اومدم بیرون حسن آقا منویات ما رو اجرا میکنه نه تنها ما رو مربیات آقای خاتمی رو مگه نیدون تو تلویزیون چه جور از ما تجلیل کرد چهار سال بود جز فوش ناموس به ما نمیدادن حسین بازجو تو روزنامه از چیا علیه ما مینوشت خب روزنامه جوان سپاه چی می نوشت چیکارش کنیم عباس یزدانی رو که اووردیم درست شکنجه بالاخره وادارش میکنیم بیا توی فیلم تلویزیونی شهر بده کارهای غیرقانونی با مهدی هاشمی و بعد پوست هاشمی رو میکندیم پسرش رو سی سال زندان براش میدیم خیانت عزما غیر غیره هاشمی جی کش دیگه در خب قصه مشایی رو که درست کردیم هاشمی رو که درست کردیم حالا باید چیکار کنیم؟ باید چند تا از این نزدیکان آقای خاتمی رو کل پاشون کنیم چند تا آدمایی که هنوز حاضر نیستن رو به قبله چار رای نماز بخونن هنوز حاضر نیستن دست برادر تائب و ببوسن و جلو پای قاسم سلیمانی دلاشن حاضر نیستن آفتابه آقای چیزری و قعانی رو آب بکنن تیم به راه میفته تیم سپاه قدس کجا میره؟ ترکیه در ترکیه چهار ایرانی رو بوده به همین ترتیب چهار بیزینسمن ایرانی که در اونجا بیزینس دارن در گذشتن با ایران کار میکردن الان هم گهگاه کار میکنن رابطان اینها مهمن بعضن قریب و نزدیکن به بعضی از چهره ها که قصد ویران کردنشون هست در این حال باجم باج میگیرن و یادتون باشه طرف رو که میگیرن باج میگیرن ما یه دوستی داریم که یه وقتی تو کار نفت تو, تو ترکمنستان وقتی او رو گرفتن دار و ندار و هستیش رو ازش گرفتن و خدا بهش رم کرد که نجات پیدا کرد اومد و بعد از ایران خارج شد از این کار رو هم میکن. در ارمنستان آقای میر آفتاب باز یکی از بیزینس رو بوده و به ایران منتقل میشه در قبرس آقای عزیزی ایشون رو هم میدوزن و همه اینا در از این دو سه هفته انجام گرفته شش ایرانی رو در اینجا به اضافه آقای عباس یزدانی مقیم دوبه نه در دوبه که آقای سلشکر زاهی خلفان با چشم های شب مراقب است در امارتی که چه بگویم خلاصه نمیخوام حالا در ابعاد وسیع برم جلو در امارتی که برخار معموران جمهوری ولایت فقیه آزادانه میلولند حالا که فضای دوبهی براشون سنگین شده دولت امارات متحده مسئول است که آقای عباس یزدانی رو صحیح و سالم بازگرداند وگرنه دولت نیست وگرنه این دولت حاکمیت نداره چطور میتونن اسرائیلیا رو شناسایی کنن چطور میتونن قاتل یک رقاصه لبنانی رو پیدا کنن ربایندگان عباس یزدانی چهرهای آشنایی هستن برای اینا در دوبه بودن بعد رفتن به فجیره پس می شود تصویراشون رو در آورد سفیر جمهوری ولد فقی در ابوظبی یا سرکنسول در دوبه که از هر سفیری قدرتمند صداش بزنن بگن عباس یزدانی 24 ساعته باید بیاد وگرنه همه اوباشتون رو میریزیم بیرون 14 هزار شرکتتون رو می بندیم درست سود میبرن. ولی کشورهایی هستند که آمادن جایگزین درآمدی بکنن که از ایران میبرن عباس یزدانی یه جوان ایرانی بود ببخشید وقتی من دیدمش شاید سی و چند سالش بود زحمت کشید پوستش کنده شد دوید کار کرد تلاش کرد همسر و فرزندانش یه زندگی آرام داشت کار حلال هم میکرد هیچ کار غیر قانونی هم نمیکرد در ماجرای استت آلودش کردن یعنی او اسمش رو و بعد باز کشید کنار اصلا با ایران کاری نداشت با گرجستان با جاهای دیگه کار میکرد او رو رو بودن و جان عباس یزدانی در خطره حداقل حد اینه او رو وادار به حرفهایی خواهند کرد که اون حرفا خودش سند محکومیتشه هموطنان عزیزم در کشور شما نه سید علی خامنه ای حاکمه نه حسن روحانی نه هاشمی رفسنجانی نه خاتمی در مملکت شما رستم قاسمی حاکمه حیدر مستهی وزیر اطلاعات نوکر حسین طائبه در کشور شما محسنی اجهی حاکمه برای اینکه شریک و همدست حسین طائبه در کشور شما احمد جنتی حاکمه دوستی به من گفت قرار است علی پسرش بشه وزیر کشور اما بدونین که علی با, با بابای خیلی فرق داره گفتم به هر حال همون اسم جنتی ای کاش علی این شهامت رو داشت میگو من از این اسم نفرت دارم گو که پدرمه ولی اسم ما عوض میکنه آدم اسم علی دوزخی رو خودش بذاره بهتره تا علی جنتی به هر روی این اتفاقی بود که در دوبه رخ داد در امارات و عباس یزدانی رو به دست معموران سپاه قدس و سازمان اطلاعات سپاه انداخت و او فعلا سرگشته و سرگردان در چنگ معموران امنیتخانه مبارکه سپاه پاسداران است در بخش ویژه زندان اوین بسیار خوب حکایت رو گفتم حالا برم سراغ مصر همتون منتظرید ولی این حکایت به نظرم مهم بود که براتون بازگو کنم که اگر موج آدم ربایی دوباره از سر گرفته بشه قبلا اینو در ترکیه این کارار کردن در دوبه کردن در جاهای دیگه کردن ولی متوقف شد نمیتونستن ادامه بدن الانم به نظر من موضع دولت امارات متحده عربه عرب روشن خواهد کرد که یک دولت صاحب حاکمیت یا نه که عباس یزدانی باید برگرده به سر خانه و زندگی در کنار همسر و فرزندانش و خانوادش از این استراب و نگرانی بیرون بیاید خب در مصر شد همه خیال کردن که آقای مرسی بر میگرده اخبار مسلمی میاد تو خیابون آره اومد 15 نفر سی و پنج نفر اینجا چل نفر اونجا رهبرشون رو دستگیر کردن آقای مرسی و همسرش تحت نظر اینا که خیلی دنبال دموکراسی بازی هستن بله آقا صندوق رای امروز صبح گزارش رو گوش میکردم تو رادیو بی بی سی آقایی که استاد دانشگاه بود در آکسفورد یا آقای انگلیسی بله نخ دموکراسی بلات باکس حالا خبر دارن اصلا اولا همیشه صندوق رای همیشه دموکراسی رو تضمین نمیکنه خیلی وقتها هم از صندوق های رای کسانی بیرون میان که خوب بلدن عکس مار رو بکشن آقای مرسی با اسنادی که احمد شفیق ارائه داد این انتخابات رو نبرده بود منتها اخبار مسلمین پریدن تو میدان تحریر که ما بردیم جلو جلو گفتن ما بردیم یعنی کاری کردن که فضا طوری شد اگر اعلام می شد احمد شفیق برنده است اون بدبخت رو می گفتن بله ارتشی ها اومدن تو انتخابات تقلب شد خوب شد مردم اومدن اینو دیدن ملت ما هم اینو دید یک سال بعد از انقلابم هم همه چی براش روشن شده بود اما بعد سی سال قصه ادامه پیدا میکرد کرد ولی اینو بهتون مجده بدم ناراحت نشد از یه اسد گفته خوشحالی مرسی افتاد نه اسد بی آبروترین آدمه و این بازی رو خواهد باخت الان اعتلاف در ترکیه دارن رئیس جدید هیئت مدیری جدید رو انتخاب میکنه و بعد از اون الان میبینید گر و گر دارن تانکای اسد رو میزنن یا هلیکوپترش رو سرنگون کردن اسلحه برسته دستشون و آقای اوباما تبدیل بشه به رهبر اول آمریکا نه یک کشور درجه سه آفریقایی در برابر پوتین اون وقت ممکنه که سوریه خیلی زود کلک اسد کنده بشه اتفاقی که در مصر افتاد اتفاق مبارکی بود من همیشه به دنبال دموکراسی رأی آزاد مردم دنبال این هستم اما در مصر نه رأی آزاد بود مردمی که تعداد زیادشون بی عکس مار به دیوار رو باور کردن و فکر کردن اخوال مسلمینی که میان در خونشون برنج و روغن میدن به عهدشون وفادارن ایشون به عهدش وفادار نبود و مردم انداختنش این کودتا نبود کودتا زمانی است که ارتش بیاد قدرت رو بگیره و خود سوار قدرت باشه چون این نیست ارتش آمد اراده مردم رو افراز کرد اراده مردم رو تنفیز کرد و الان رئیس دیوان عالی رئیس جمهوری موقت رئیس دولت موقت حالا قرار دولت تعیین بشه احتمالاً آقای البرادی یا یک عده تکنوکرات پاک دامن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان در عرض شش ماه انجام خواهد گرفت با یک قانون اساسی جدید نه آنچه که مرسی و اربابش مرشد اخوان میخواست به گردن مردم به آقای بدی فکر کرده بود که این مردم چه هستند جالب براتون بگم این آقای منصور که به عنوان محکمت الولیا دادگاه عالی بعد از اینکه آقای جرار سیسی سخندانی کرد و بعد ایشون اومد سوگن یاد کرد و بعد آقای برادهی صحبت کرد مفتی مصر صحبت چیز رئیس شیخ الاسخر صحبت کرد اسقف اعظم قبطیها ها صحبت کرد و شخصیت های مختلف که دیروز تو برنامه گفتم الان مصر یه حالت العاده داره اما نگران نباشید جنگ داخلی سایش از مصر رفت ارتش مختدرانه ایستاده و اجازه نخواهد داد دوباره بسات اسلامچی ها اسلام, اسلام ناب انقلابی محمدی وچه سنی کرواتی در مصر مس مسلط بشه تونس هم داره میاد حرکت تمرد مشغول جمع کردن است. ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برف راشته بود علی رزا نوریزاده تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار آشق می سپاره گفتم تا پی دلیلشم نگرد گاهی نمیشه حرف زد باید فقط سکوت کرد چیزی نگفتم تا بری حس می لازم نبود حتی قضاوت کسی اصلا برام مهم نبود هر ثانیه که میگذره هر قد که عادت میکنی خوب فکر کن من یا خودت به کی خیانت میکنی هر جای این شهر با تو هم هر لحظه رو به رو تمام به زودی میفهمی تو هم معنی این سکون فهمم این تنهایی و میترسم از این بی کسی من شک ندارم که یه روز به امشب من میرسی گریه نمی کنم ولی بغض